سلام و وقتتان بخیر. شما بیننده برنامه صبح و زندگی هستین. با امید از تا این لحظه با برنامه صبح و زندگی بوده باشین. ما هم آمدیم به دشت برچی و دیدیم که یکی از انسانای خیر، یکی از مردای خیر آمدن و تعداد زیاد از مردم هم جمع شدن. اینا رو در این ماه مبارک رمضان میخواین کمک بکنن و میخواییم که امروزشان صحبت داشته باشیم و همچنان کسایی که کمک میشن نظریاتشان داشته باشیم. یکی یک تعداد انسانهای خیر پیدا میشه و در ماه مبارک رمضان از شمار کسایی که روزگار خوبی ندارن یا زندگی متوسط دارن اینا را کمک میکنن، واقعا اجر و پاداش خداوند برشان چند برابر بیشتر بده. ما چند روز پیشتر هم گزارش هایی داشتیم که بنیاد بیات، آیسای بیات آمدن و تعداد زیاد هموطن های ما را، خصوصا معلم ها را، کسایی که در مکتب ها کار میکنن کمک کردن و این بر بار دوم است که ما گزارش میسازیم که یک شخص خیر پیدا میشه و تا مردم کمک بکنن. آیسای سلام، صبحتان بخیر. سلام بر شما، صبح شما بخیر. عرض سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم شما، چه در داخل و چه در خارج از کشور. صبح همگی بخیر. بسیار زیاد تشکر آقای صاحب. خداوند آقای صاحب رمضان را مغفرت بکنه. ما چندین برنامه و گزارش داشتیم ازشان، امروز که اونا دیگه حیات نیستن کارایشان شما پیش میبرین. بله، متاسفانه که ما در آستانه اولین سالیاد از شهادت پدر حسین‌زاده قرار داریم و این خوشبختانه دومین دور از کمک‌های بنیاد خیریه پدر شهیدم است که ما دور اول را در ماه حوت سال گذشته به خاطر سال نو ما توزیع کردیم و این بار امروز تصمیم داریم که ما چون شبای قدر است و امروز روز 19 و روز 21 روز شهادتش است، ما خواستیم که سالگرد پدر شهید خود را در واقع با همین مردمی که مستحق و مظلوم و بیوه و بیچاره هست ما با اینا تجلیل بکنیم. در واقع یک نوع تجلیل است که امیدوار هستم بقیه بزرگای ما هم بیای همو پول را که صرف چاپ بنر و عکس و تبلیغات میکنه بیاره مو را در خدمت مستحقین قرار بده. بسیار زیاد تشکر. زمانی که اونا حیات بودن شما خاله گفتین به خاطر که اولین سالگردشان از به این دلیل میخواین کمک بکنین، اما پولی که در چاپ بنر و بعض موضوعات دیگه به مصرف میرسن این مردم کمک بکنین. وقتی خودشان هم حیات بودن چنین کمک های وجود داشت؟ بله کاملا دقیقا. ما اصلا هدف از ایجاد بنیاد خیریه چی هست؟ چون تعداد زیادی از خانواده‌های فقیر و بی‌بضاعتی که در کابل بودند در دوران حیات پدر شهید مینا به نحوی تحت پوشش پدرم بودند، محصلین بودند، کسایی که از مناطق مرکزی می آمدند، امکانات درس و تحصیل و لیلیه و خوابگاه نداشتند، ورزشکارا بودند، تکایا، مساجد، برنامه دینی مذهبی بود، اینا به شکل تحت پوشش پدرم بود. بعد از شهادت پدرم خلاصه همین توقعات دوباره از ما صورت گرفت و ما خواستیم کاری بکنیم، چون این مردم حاجی رمضان شهید است و دفتر ما، خانه ما، خانه پدر شهیدیم است. به این خاطر ما گفتیم پدر ما یک چهره ماندگار است، ماندگارتر شوه، بیاییم ما یک کار را بکنیم که همین کارهای پراگنده پدر ما که انجام داد را ما با یک مدیریت جدید، با یک منیجمنت جدید ما را تداوم بخشش باشیم و هم به خاطر که این مردم به نام حاجی رمضان میه و این مردم حاجی رمضان است، ما خواستیم که بنیاد را تأسیس بکنیم که از آدرس پدر شهید ما این کمک‌ها را در اختیار مردمش قرار بدیم، که ما این افتخار را داریم که در هنوز از افتتاح بنیاد یک سال نمیشه، ما در تقریبا در یک مدت 3 ماهه این دومین دور از کمک های بنیاد خیریه شهید مهراب الحاج رمضان حسین‌زاده است که توزیع میشه و تا فعلا ما هیچ نوع تمویل کننده بیرونی نداریم. در واقع تمویل کننده شرکت های تجارتی حسین‌زاده گروه است. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. باشین که نظریات همی هموطنان ما را بگیریم. بسیار زیاد تشکر. مهربانی. بیننده برنامه صبح و زندگی هستین. آمدیم به مسجد الزهرا و قرار است که صرف پسر آیسب رمضان حسین‌زاده تعداد زیاد از هموطنان ما در منطقه دشت و برچی کمک شوند و ببینیم که کیا حاضر میشن از بین تا امروزشان صحبت داشته باشیم. اگر این طرف بریم ببینیم تصویر ما خراب نشوه، میخواییم که نظر از این خاله را داشته باشیم ببینیم که چی گفتنی داره. خاله سلام، شما آمدین که کمک شوین، درست؟ خانه تون کجاست؟ پل خشک. از پل خشک اینجا آمدین؟ نامتان چند روز پیش گرفته بود؟ این از روزه پیش. کس دگام تا هنوز شما را کمک کرده بود در ماه رمضان؟ نه، اولین بار است؟ تا
تشکر بختر که بین زنها هست و نمیتونیم که یک جای درست بشینیم. خب طرف بریم که یک کس درست بتونه گپ زدن. یک تعداد زیاد خانما اجازه فامیلی ندارن گپ بزنن. من میفهمم که از بین زنها کسی حاضر میشن یا نمیشن. خاله سلام. شما آمدین که امروز کمک شوین درست؟ بله. در ماه رمضان کسی دیگه شما را کمک کرده بود تا هنوز؟ نه خیر، کمک نکردم. از چند روز پیشتر نامتان گرفته بودن؟ وقت زیاد پیش بود. بله. این کمک از طرف کی است؟ از طرف حاج رمضان. خودشان حیات نیستن دیگه؟ نه خودشان رحمت کنه بچهشان. بسیار تشکر. سلامت باش. زنده باش. بیننده برنامه صبح و زندگی هستین. تعداد نمیتونن گپ بزنن. خب ما مجبور هستیم که بریم به طرف استودیوی صبح زندگی. فقط یک نظر از این برادر ما را می داشته باشیم خیلی کوتاه و پس از او میریم به طرف استودیو. سلام صبحتون بخیر. سلام صبحتون بخیر. خدا معرفی بکنین. بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب الحاج وکیل محمد حسین محمدی وکیل نایه 13. خب وکیل این منطقه هستید؟ وکیل منطقه. در رابطه با می کمک ها و دیگر کسایی که کمک میکنن در ماه رمضان اجر و پاداشش چقدر است؟ کوتاه بر ما بگین که وقت ما را کم است. که کمکایی که سطح مردمی کلان سطح نایه 13 است از طرف حاج رمضان شهید است. بله. که یک دوره قبلی کمکای زیاد داشتن که به حدود 1,500 نفر غریب بیچاره به سرپرست ها کمک کردن و در این دوره دویم 2,500 نفر است که نو کمک میکنه و ما از حاجی حسین زاده تشکری میکنیم که برای خدمت همین کمکایی که برای مردم میتا غریب بیچاره به سرپرست و سر شهید هستند و ما خدمت در یک برای در سطح نواحی 13 از این که پرسه کلون نیست که بنیاد الحاج شهید عبدالحسین که آجی رمضان است. بسیار زیاد تشکر باشین که وقت ما کم است. انشاءالله در برنامه بعدی صحبت می داشته باشیم. بیننده برنامه صبح و زندگی هستین. آرام آرام میریم به طرف یک میان برنامه کوتاه ببینیم که پس از میان برنامه کوتاه چه خبر است. فیلم میان برنامه.